این برنامه به شما تقدیم می شود توسط Meet Wisby. Free calls, chats, nearby friend finder, and exciting online videos. Get it now. سلام من گرینگو هستم با یکی دیگه از برنامه‌های چند شنبه پیش شما. خب همونجور که می‌دونین سینا ربات پاش پاره شده، یعنی در حقیقت هم جام جهانی رو از دست داد و اگه خدا بخواد این برنامه رو برای از دست میده و از این به بعد قراره در حقیقت من این برنامه رو اجرا بکنم و مهمون خونه هاتون باشم. خب کلی اتفاق افتاد، کلی خبر بود هفته قبل. یکیش اینه که در حقیقت تیم ما خیلی افتخارآمیز اومد به تام که اینجایی که سینا داره خدا چرا این کارو میکنه. ببخشید عذرخواهی میکنم، اومدم مزاحم مهمون خونه های بیننده ها شدن. من مهمونم اینجا ناجوره، تو میخوای من از خونه اینا بیاری بیرون؟ به خدا ناجوره. نه شما من نمیخوام کنم، شما باشید خونه اینا. و از تو چرا اومدی اینجا؟ من نمیدونم واقعا، یعنی بزرگی یه گوشه، من واسه خودم یه کلبه مقهور مقهور من کاری نداشتم، من داشتم میرفتم برنامه شما. یک لحظه من رفتم مثلا یه لیوان آب بخورم برگردم بیام، شما از این بر برنامه رو شروع کردی. یعنی من یعنی فرصت ندادی من برم یه لیوان آب بخورم. این بعد در واقع میشه گفت کلا قلمرو واسه خودت کشتی، برنامه رو داشتی قبضه میکردی. خجالت هم نمیکشی؟ نه ولی خب یه گول خوردم دیگه، این فیلم بردار رو ما رو چیکار میکنی؟ گولمون زد دیگه. حالا جا داره من همینجا الان یه چیزی رو قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم و ایشون رو بندازم بیرون از درمانش، گفت این قسمتی که میخوام برنامه رو آغاز بکنم تشویق میذاری هم تو اینجوری باردی باید میزدم برن دعا کنی خدایا. اجازه میدین؟ آره من اجازه میدین. بله خواهش میکنم، تشویق کنید تیم ملی کشورمون رو. بهلولی دستور ادامه بازی رو میده. از روسیه واقعا چند تا یادگار دارم، یکیش همین واقعا یک از یادگارهایی که گرفتم و چند تا یادگاریهای دیگه که چون خودم رو برای جای
بدل مسی جزایی بودم. آخه دست پر برگشتی خب پس چون مثلا در واقع بدل مسی که واقعا در واقع خیلی دستش پر بود. خدا خیرش بده واقعا. دیگه اون طعمه ها یه چیزایی واسه ما موندی. آخه این هم اصلا امونم نمیده. به تعداد پاسای مسی در حقیقت این بنده خدا برحال پاش بارون شده. فوشا و فضیحت و بی‌احترامی و توف و پاراجر و سنگ و مسی میخورد. رضا پرستش هم دیگه اون ماچه بوسه هاش خواهد. این در واقع میشه گفت جز به شما البته دست کم نگیر بدل مسی. مسی خودش الان اونقدر اعتبار نداره. رئیس جمهور آرژانتین انقدر اعتبار نداره. شما نگاه کن. دوستانش واقعا جای الان جای رضا بود. حالا ما شوخی میکنیم باز دوباره با این عزیز. ما هیچ مشکل و پدرکشتگی نداریم چون یه سری میگن چی میخوای از جونش، چی میخوای، چی کارش داری، حسودیم. نه عزیزم، نه اون خودش که مشکل نداره، شما هم نمیخواد کاسه دکتر از داشت باشین، هیچ مشکل خاصی نیست، در ارتباطیم و شوخیه. اینا شوخیه و مثلا الان من میخوام این چیزی که بگم این شوخیه. اینکه خب مگه بدل مسی اومدش که به این دلیل بدل مسی نیست که به جای مسی اشتباهش بگیرن بعد باش عکس بگیرن. دقیقاً. خب پس بادیگارد برای چی داره؟ که کسی نیاد زمین. بعد چرا ماسک میزنه؟ اینکه نشناسنش چرا آخه؟ این واقعا نکته خیلی جالبیه. خیلی البته خب این رضا یه بدل خوبیه. یعنی در حقیقت یه کبریت بی خطره. بعضی از فیک ها بدل ها واقعا دیگه خیلی دردسر سازن. بدل خاصی مد نظرتون هست الان شما؟ نه مثلا فرضاً هفته قبل گروهبان اوتادی از کجا افتادی دستوری رو داد به در حقیقت کل مردم میگه. بله 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 ادات هم کردی. بله من که فلفور به محض اینکه دستور دادن گروهبان اوتادی من فلفور گفته بودن که هر کیو دیدین کفش نایک پاشه برخورد کنی. منم اتفاقا یه برخورد خیلی شدید داشتم، ویدیوش هم موجوده. دیدم اینجا یه نفر کفش نایک پوشیده، طبق دستوری که گروه بان اوتاری داره بود در رابطه با برخورد با این گونه افراد افتادم رو سرش. با هر بدبختی بود کفش رو پاش درآوردم، ولی خب متاسفانه خیلی گریه کردن، رفته مامانشو بیاره، ولی من کفش رو ازش گرفتم. حال کردی برخوردو؟ بعد از اینم ویدیو داری چیزی هست؟ نه دیگه، ولی خب همون ربات صلیبیم که در مشکل پاره شده بود مامان پسر بچه سر رسید بعد. آره. البته خب این حالا این کفشی که ما پای در برمش گفت این خاطی در آورده بودیم و نایک اصل بود، ولی خب یه سری کلی کتای خورده بودم اون وسط. هرچی هم میگفتم به خدا آقا این نایک اصل نیست، اینو از حسن آباد ما خریدیم، میگفتم من حالیم نمیشه، دستور اومده از گروهبان اوتادی باید برخورد بشه. بچه ها رو کلی زده بودن. حالا نکته اصلی اینجاست که حالا دمتون گرم، کفش فیک و بدل میزنید، نمیدونم شلوارش رو میزنید، جورابش رو میزنید، دیگه نمیدونم این شورت ها رو دیدی جدیدن کشش مثلا خیلی مهمه، تا زیر گلو یارو میکشه بالا که مثلا اسم شورت من اونو نمیدونم بدلش رو میزنید، پیرن کت دیگه نمیدونم عینک هم بزنید نوش جونتون، ولی دیگه اینو بدلش رو نزنید. اینم بدل داره، یعنی در واقع میشه آره رفتن این ویتامین سی رو که یک نوشابه ژاپنی هست، ژاپنیه این، این ژاپونیا که دیگه در واقع میشه بیل بدی دستشون برق ازش تولید میکنه دیگه، ته قضیه ان دیگه. اینو مثلا دیگه این نوشابه انرژیزا درست کردن، ته قضیه است. از اینم رفتن فیکش رو زدن. ای بابا چی اتفاق میفته که بخورن که واقعا آره در واقع طرف به جای اینکه اینو بخوره مثلا انرژی بگیره، از لحظه که اینو میخوره میره در واقع میشه داخل در واقع دستشویی و تقریبا تا حداقل یه روز بعد از ماجرا بیرون نمیاد. پس احتمالاً به جای ویتامین سی ویتامین جی بوده دیگه. دقیقاً. خیلی بده. من حاضرم کتک بخورم ولی اون ویتامین جی رو نخورم. خود ویتامین سی رو بخورید، بقیه‌اش همه ویتامین جیه و براتون مضره و نکنید، این کار نکنید. این کار نکنید. شما میشه بری دیگه من میذاری برنامه رو اجرا بکنم یا نمیخوای اجازه نمیدیم ما اجرا بکنیم؟ بله خوبی، پا درد نمیگیره. تمام که داری که ندارم عزیزم، من خوبم، من خیلی راحتم، اصلا هیچ مشکل ندارم، میتونید تشریف ببری. اصلا واقعا چی میخوای الان؟ من میخوام بگم که تو چرا واقعا یه ذره برو خونه استراحت کن دیگه سینا، به نظر من الان وقتشه، یعنی باید میدون بدی به جوونا. تو الان ریش سفید ما الان تو باید برسی تیم پیش کسبته بازی کنی. اون جوونی هم که باید بهش فرصت بدم لابا تویی. خب معلومه که من، بس چی
واقعا چی فکر تو عزیزم؟ خب ببین تو اصلا به این تو اینجوری نگاه نکن، شرایط ما رو نگاه نکن چقدر مهربانانه با تو برخورد میکنیم. تو با این موی بلند اگه تلویزیون ایران بود، یعنی در واقع میشه اصلا وارد تصویر نمیشدی. از تو مثلا در واقع میشه تر و تمیزترش، تازه ریش هم نداشته پویول، هفته پیش اصلا نذاشتن یارو تو هتل نشسته بود منتظر بود بگم بیاد دیگه، در واقع مون تا پرواز کرد رفت، بعدش هم گفتن کلا کسی نیاد. ولی همینه دیگه، خب به هر حال پول وقتی اومده همجوری پول حروم کنن دیگه. به منم هم همین پیشنهاد دادن، یعنی گفتن آقا 500 میلیون میدیم تو نیا. آدا همین کارو کرده بودن اتفاقا. نه بابا نه، حالا نه اینکه پول بدن بگن نیا، در واقع گفتن چون اصلا دلیلش خب خیلی‌ها میگفتن به خاطر وضعیت ظاهریش بوده. خب بعدن گفتن که نه وضعیت ظاهریش نبوده، پول برای چی بعد میگفتن پول بی زیادی بوده نمیخواستیم پول حروم بکنیم. بعد آخه پولو که داده بودین که، پولو یارو گرفته، پولو میریزن به حساب طرف توی حساب بانکی مثلا حالا خارجیش، بلیتش هم میگیرن یارو میاد، پولو گرفته بود استفاده نکردن رفت. اوه در واقع پول حروم شد، آره هم پول حروم شد هم پویول حروم شد. واقعا دیگه کاری نمیشه کرد. خب اشکال نداره، حالا پای خب اتفاقات زیادی افتاد، یعنی همین همه که اومد تا دم در رسید در زد کسی دروازه باز کرد واسه خودش خوبه. ولی خب حالا اینا ممکنه ممکنه اینا رو راه نداده باشیم به داخل استودیو، ولی عوض سینداری الان واقعا حالا خوب نیست. ولی فکر کنم که در کنارش در عوضش در حقیقت یه جورایی بذار خودم بگم، نمیخوام تو بگی، تو خودت اوزاد بهتر هم همین عوض کنار بغل وسطر هم هم بابا گوگوش رو مورده بودن توی صدا سیما. جدی؟ کو؟ ببین موسیقی هم گوش میدی ایرانی؟ آره مثلا گوگوش خیلی دوست دارم. نه سنتی، سنتی آره بگیر با میخونه نه سنتی قبلش باید بهش بگی چی بگی چی ما هم گوش میده دیگه نه ما شجریان گوش میده نه اونم نمیتونی بگی مثلا آره شارم نظری شهرام نظری شمایی زاده شهرام نظری چی میگه ابو حسن گوش ندادی حالا ناظرم رو هوا این قدم باز نکنیم خیلی الان باز شد البته من خدمتتون عرض بکنم این برنامه تلویزیونی نیست، همونطوری که اشاره کردم قبلش برنامه آنلاینه وبسایته. آها آها مشکل نیست اگه میشه باز باشه. آره چرا که نه شما شما خودتون اصلا حالا اطلاعات کافی و لازم رو برای برنامه سازی دارین؟ شما که الان تصمیم گرفتید خود برنامه خودتو داشته باشی و اجرا بکنی اینا؟ 100% دارم. ببین الان من چقدر واقعا دارم شاگردی تو رو میکنم و فکر میکنم الان وقتشه که در حقیقت از اینا یه بخش کوچیکی از اون برنامه رو که مد نظرتره میشه بهمون بگی چیه؟ والا بخش کوچیکی که نداره که، خودت میدونی که ما همه بخشمون بزرگه. بزرگ ما شروع میکنیم برنامه رو. آره من میخوام یه ذره بیننده ها واقعا کنجکاو بمونن. من همون نگرانیم دقیقاً همون اونه، یعنی اینکه بخوای کسی رو شما کسی رو سورپرایز بکنی خودش خیلی خبر وحشتناک ترسون که اگه به اون بگی راجع به چی نگران. آره خیالم راحت شد الان 100%، خیالم تخت شد و هیچ. حالا بذارید با یکی از چون به هر حال یکی از دستاوردهای ما بجز افتخار آفرینی بچهای تیم ملی فوتبال کشورمون که واقعا دمشون گرم، واقعا دمشون گرم، عالی یه چیز دیگه هم بود، ما در زمینه تشویق و حمایت در واقع گفت تیم ملی فوتبال کشورمون هم دستاوردهای جدیدی رو کسب کردیم. قبلا ما مثلا دوره‌های قبلی میرفتیم فوش میدادیم طرفو که اونم معمولا دیگه نتیجه نداشت، یارو گل زده بود بعد میرفتیم مثلا فوشکشش میکردیم. روش قدیمیه بود. روش قدیمی دیگه اینو جواب نمیده. این سری ما یاد گرفتیم و روش‌های جدیدی رو داشتیم، به این صورت که مثلا در بازی اول طرفو شرمنده کردن، یعنی رفته بودن زیر پیج در واقع گفت بازیکن تیم مراکش، انقدر که قربون صدقش رفته بودن، انقدر که در واقع میشه گفت پیشنهاد ازدواج بهش داده بودن، مهر و محبت و گل و دیگه نمیدونم قلب واسش برسه، اون طرف افسردگی گرفته بود در واقع میشه کم بود بالکن پنجره هتل خودش بنوزه پایین، به این شرایط طرف رسونده بودن.
آقا به من فوش بدی ولی تعریف نکنید. تو رو خدا مشکشم کنید. تو رو خدا تعریف نکنید. و در واقع گفت سری بعدی هم که یعنی برای بازی پرتغال هم که نه بازی پرتغال هم که بچه‌ها زحمت کشیدن رفته بودن در واقع دم در هتل و نکته اصلی اینجاست که اگه بتونیم این در واقع گفت این حرکات رو به صورت میدانی انجام بدیم، یعنی مثلا یادتونه تبلیغ فیلم به وقت شام؟ آره به وقت شام. به جای اینکه در واقع میشه گفتش که بریم دم هتل با همون در واقع شکل و ظاهر برای بچهای به وقت شام برید توی هتل بالا سر یارو مثلا بالا سر کریستیانو رونالدو، اون در واقع میشه گفت نه تنها فردا صبح از خواب بیدار نمیشه، شاید مثلا برای یک ماه هم تو کما باشه بعد از در واقع دیدن این متبلیغ. من خودش میتونه جواب بده. نه این بد نیست واقعا. یکی دو نفر واقعا تلاش کرده بودن، یعنی زنگ زده بودن و مثلا یکی در زده بود در اتاقش گفته مامور گازم اومده. ولی خب به هر حال سمت جریدی بود. سمت جریدی. پنالتی رو واقعا بد زد و دم بیرانوند گرم. دم بیرانوند گرم واقعا. دمش گرم. امروز ما باشید این چسبیده بغل دست باشید. رادیوی محبوب برنامه رادیو قرمز و موضوع داغی که برای این هفته سوژه کردم. رادیو قرمز این قسمت جلسه اقتصادی. سلام علیکم. لطفاً سکوت رو رعایت کنید. یه لحظه آقا، یه لحظه. متأسفانه هر روز شاهد بالاتر رفتن قیمت ارز هستیم و ریال جزو بی‌ارزش‌ترین پول‌های دنیا به حساب میاد. کسی راه حلی داره؟ اما قرمزیه، همه جای دنیا همینه. خیر، راه حلی نداریم. یعنی چی؟ خدا وکیلی اصلاً هیچی به ذهنم نمیرسه. حالا میخواد فعلاً یه چند نفر رو که هیچ ربطی هم بهشون نداره رو بندازیم زندان، ببینیم جواب میده یا نه. اگه نداد اون وقت اعدامشون کنیم. برای چی؟ آقا قرمزی همه جای دنیا همینه. نه عزیزم، لطفا راه حل کاربردی بدید. خب یه هفتش رو صفر از پولمون کم کنیم، واحد پولیمون هم بکنیم دلار. اینجوری دیگه فکر میکنن ما اوناییم، گممون میکنن. نمیشه که واحد پولیمون رو عوض کنیم. چرا؟ ثبت احوال نمیذاره. خب میذاریم نازنین دلار. چی میگی؟ پس با این کشورهای آخر که ارزش پولشون مثل ماست جمع بشیم دور هم دنگ بدیم که کشور خوب بزنیم بریم بالا. بغلمون کشورها همه پره جا نیست. به کشورها میگیم هر کدوم یه صندلی برن اونورتر، اینجوری آمریکا هم از اونور میفته تو آب. یعنی از اون به بعد باید بگیم مرگ بر آب. خب با جمعیت زیادمون چیکار کنیم؟ یه کودتا را میندازیم، اینجوری میتونیم کلی از توش حجم گیری کنیم، بغلاش هم کوتاه کنیم. این چه راه حلیه مگه میشه؟ خب شبا بریم جلوی در کشورا داد و هوار را بندازیم، نتونن بخوابن که صبحام نتونن پیشرفت کنن. ما اینو تو فوتبال تست کردیم جواب داده. خب اشتباه کردید، این بیشعوریه. اما قلمزی همه جای دنیا همینقدر بیشعورن. من میگم اصلا یه چند روز کشورا کلن تعطیل کنیم، همه بریم توچال. جا نمیشیم. پس بریم شمال. اینجوری وزن شمال سنگین میشه، ایران کج میشه، جنوبیا لیز میخورن تا شمال. آره یه ذره حال و هواشون هم عوض میشه. برای شیرازی هم خوبه، حال ندارن بیان قل میخورن میان. یه لحظه صبر کن، کلن داری چراور میگی؟ اما قرمزی همه جای دنیا همینه. اتفاقا با این وضعیت اقتصادی هیچ جای دنیا دیگه اینجوری نیست. رادیو قرمز سینا مرسی که اومدی، واقعا مرسی که هستی، واقعا تو این بخش میتونی کمکم کنی. بالاخره اومدی خودت. منو یعنی در واقع این بخشو به زور من آوردی. من اصلا تمایلی نداشتم در این بخش حضور داشته باشم. نه تنم میخوره، نه خودت زحمتشو بکش. نه هستم کنارت ولی همینقدر که باشی من خیالم راحته. آره بخون. نصف فوشا میاد واسه تو دیگه. آقا منو سانسور کنی. بخون اولین توییتو بخون. نفتالی نوشته فکر کنم دیگه کسی نرفت دنبال پیرهن رونالدو چون خودش دوست داشت پیرهن بیرانوند رو داشته باشه. حقم داره واقعا. منم خدایی دمش گرم واقعا. می‌خواستم که پیرهن بیرانوند رو داشته باشم ولی فکر کنم هم رونالدو گرفته. احتمالاً. اینو کی خونده؟ این توییت مالی کی بود؟ نفتالین. خب توییت بعدی رو بخون. از کیه بگو اول. آقا اجازه ما بگیم.
میخوای یکی دو تا تو بخون؟ نه شما زمان. نه تو گله من چیزی گیر نکرده. بخون. عذر تقاص کاراتو پس میدی. توییت بود؟ خود آیدیه توییت در اصلا. این آیدیه عذر تقاص کاراتو پس میدی آیدیه در. خب. نوشته از فشار زندگی مردم خلوچل شدن. وگرنه چرا باید یه نفر تو این شرایط گوشی برداره زنگ بزنه صدا سیما درخواست آهنگ از بیژن خاوری کنه؟ اشکان مدیری نمیشه. اینو من خیلی دوستم. این فیوریت منه. فیوریت چیه؟ نظرات کارکت باش. این مورد علاقه منه. فارسی یادم رفته دیگه از وقتی که رفتم روسیه. اشکان نوشته ولی دیگه با این قیمت دلار مربی خارجی نمیتونیم بیاریم. به بازیکنامون بگین مربی نیومده میتونیم بریم تو حیات فوتبال بازی کنیم. دانشگر واقعا. ویروس نوشته ویروس نیست، ویروسه به خدا. بله متوجه شدم. نوشته دیشب قشنگ مشخص بود با عشق میرقصیدن همه. مجبورید مگه واقعا؟ دلبندشون هم نوشته اونقدی که تا حالا توپ جام جهانی رو بوس کرده کسی منو بوس نکرده. خیلی خوبه. باری جان. رسیدیم به بخش مربوط به شما دوستان، یعنی ویدیوهایی که برای ما میفرستین و ما هم انتخاب میکنیم از بین ویدیوها و پخش میکنیم. ویدیویی که این هفته برای ما فرستادن یک انیمیشن بسیار زیبا هست در رابطه با موضوع، یکی از موضوع، تو یه دونه موضوع که ما نداریم، که یکی از ده ها موضوع در واقع میشه بخش اول برنامه، دعوت از پویول در برنامه ویژه جام جهانی. گل به آن فردوسی پول پشت خطه، میخواد پویول رو بیاره تو برنامه. پول؟ به به، ما از این موارد استقبال میکنیم. نه گلبان، پول نه، پویول. پویول دیگر چیست؟ نکنه توطئه بیگانگان برای به انحطاط مالوندن جوانان ما باشد؟ نه گلبان، قرار کارشناس برنامه باشه، اسپانیاییه. مگه مملکت خودمان کارشناس قحطیه؟ این همه کارشناس آگاه به مسائل قفقاز و خاورمیانه. نه آخه این کارشناس فوتباله. خیلی خوب، حالا چریختی هست. اینه. اوی ایلانتی کارشناس ها؟ بنده کاملا مخالفه. چیزه، این زن نیست ها، مرده، خیلی هم زخیمه. دیگه بدتر، نمیگیرین گیسوان اقواگر که از من گرگم بدتره جوانان ما رو دوچار از راه به در شرگی میکنه. چست قربان، الان کنسلش میکنم. گفتی اسمش چی بود؟ پویول. عجب کار لوسی، چقدر پویوله. مهمون برنامه این هفته یکی از هنرمندای بسیار خوب کشورمون هست. ممکنه شما هم یادتون باشه این هنرمند و یه مدتی خبری ازش نبود در عرصه موسیقی، چون در واقع میشه که عمده شهرتش رو از طریق فعالیت در زمینه موسیقی به دست آورده بود. ولی نکته جالب در رابطه با این هنرمند خوب کشورمون اینه که وارد عرصه دیگه ای از هنر شد و سعی کرد که به هنرمندای دیگه هم کمک بکنه و نمایشگاه های مختلفی رو برگزار کرد که خیلی هم موفقیت آمیز بود. مهمون امشب ارغوان. خیلی خوش اومدی، خیلی محبت کردی ارغوان جون. ارغوان خانم. ارغوان خانم مرسی سینا جون دعوتم کردی. آقا سینا. آقا من آقای ولی الله تا آخر مصاحبه صدا کنی. آقا سینا. خب ارغوان جان. سینا. خب کجا بودی؟ چه خبر؟ مدت ها بود که خبری ازت نبود، از کارهای هنری، فعالیت هایی که در زمینه موسیقی داشتی، اصلا کلا یه مدتی متوقف شد. کار مهمتر اومد تو زندگیم که من احساس کردم اینا رو بس دنبال کنم و فکر نمی کردم موسیقی خودم اونقدر مهم بود این مدت. تو این مدت یا کلا؟ تو این مدت. واسه که خیلی دلم تنگه واسه موسیقی روسن بود، اما هستم روسن هنوز، بعضی موقع هستم، اما هر موقع روسن هستم از پروژکتم حرف میزنم، واسه که خیلی مهمه. و خب به عنوان یه نفر که با عشق و با علاقه به این شدت وارد کار موسیقی شدی، میخواستی که در واقع میشه خودت رو به عنوان یک صدای جدید در واقع میشه عرصه موسیقی زنان ایران بشناسونی به مردم و اتفاقا رسیدی هم به اون نتیجه،
خیلی هم شناختن صدات رو، خیلی هم دوست داشتن صدات رو و کارات رو، یه دفعه خب فکر نکردی الان این همه آدمی رو که علاقمند به کارت هستن رو ممکنه دل شکسته کنی از اینکه دیگه کار نمی کنی؟ خب وقتی آدم خودش میفهمه که چه جریانیه در ایران هنوز، و وقتی این همه دختر بهت هر روز مینویسن میگن ما آرزو میکردیم ما رو صحنه بودیم و نمیتونیم بخونیم، خب من احساس کردم من باید یه کاری سعی کنم بکنم. حالا هممون هنوز امید داریم و تو این 7 سال من دیدم که چیزای خیلی خوب داره اتفاق میفته. خیلی بیشترم تو همه سایت ها بیشتر دختر 7 سال پیش اینجوری نبود اصلا. تعداد دخترهای با استعدادی که در زمینه موسیقی فعالیت میکنن خیلی بیشتر شده و تو در زمینه موسیقی سعی کردی کمکشون بکنی؟ چون میدونم در زمینه های دیگه فعالیت داشتی، ولی میخوام ببینم در زمینه موسیقی هم سعی کردی کمک بکنی کسی رو یا نه؟ لغت کمک رو نمیدونم چجوری آدم کمک بتونه بکنه، اما وقتی من شانسشو میگیرم هر جا میرم وای میسم با میکروفون میگم واسه سوئدیا، واسه که خیلی اجرا تو سوئد داشتم، میگم هنوز دخترها تو ایران نمیتونن بخونن، همه یه دفعه مثلا شاکه میشن. خب این یعنی بیشتر و بیشتر آدما میفهمن چی اتفاق داره میافته اونجا هنوز، و این یه جوریه که خب شاید هممون با هم یه کار بزرگتر بتونیم بکنیم. این جور کمک میکنم فکر کنم. نه خوبه به هر حال. نه من حالا مد نظرم جدا از اینکه صدای اونها باشی در جاهای مختلف، داشتم فکر میکردم حالا شاید بتونی از لحاظ موسیقی با کسایی که دوست دارن فعالیت بکنن، چون برای فعالیت میکنن الان در حال حاضر، حالا ممکنه به صورت رسمی فعالیت نکنن اما کلی هنرمند هست، دخترهای با استعداد هست با صداهای فوق العاده که به صورت حالا زیرزمینی فعالیت میکنن. خب میخواستم ببینم در این زمینه مثلا کمکشون کردی باشون بخونی مثلا؟ آره یه پروژه دارم که اصلا هیچ جا ازش تعریف نکردم. این اولین باره؟ دیگه بس بگم من یه مستند دارم 6 ساله روش کار میکنم و یه کدوم از نه باهوشترین نه بریو شجاع‌ترین دخترای خواننده تو ایران رو پیدا کردم و اینا رو 4-5 ساله دنبال کردم و فکر کنم 1 سال دیگه فیلم تموم بشه. جدا؟ بله. اونا قهرمان ما هستن مگه نه؟ اونجا هستن دارن میخونن. 100% بس. حالا گریه نه 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 گریه نکنه. گریه نکنه. این در واقعش گفت آقای فیلم بردارم که اینجا وایسادن دور میاد دست از شما فیلم میگیرن، برای همین قضیه است. آره سعی میکنم همه جایی که خودم میتونم باشم و تعریف کنم، واسه که مهم شده که آدم نشون بده چه سختی هم هستش، واسه که ما که تو اروپا هستیم خب واسه ما هم خیلی چیزا هستش که دیگران نمیبینن. راحت تر هستیم، آزادتر هستیم، میتونیم بخونیم، اما خب سختی خودمون هم داریم. خب بعد اون وقت مثلا کسی داله بهت نگفته به تو چه کار چه ربطی داره که مثلا بخوای به کارهای دخترایی که تو ایران زندگی میکنن و فعالیت میکنن میخوان کار هنری انجام بدن دخالت میکنی؟ حالا همچین کامنتی نگرفتی؟ نه. پس چرا به ما میگی؟ خیلی هم خوشحالن، خیلی سپورت خوبی میگیرم. خب بعضی هم میدونین که کامنت منفی به علاوه بله اونا رو گوش نمیدم واسه که اگه نه نمیتونستم ادامه بدم. خیلی خوبه، باریکلا، عالی هم هست. یه سری بریم به اتاق فرمان برمیگریم دوباره در خدمت شما خواهیم بود. خب همچنان در خدمت ارغوان عزیز هستیم، ارغوان خانم. و قراره که راجع به فعالیت‌های دیگه‌ای که داشته بیشتر برای ما توضیح بده. خب و چی کار کردی توی این مدت به جز اون فعالیت‌های هنری که خودت بعد در واقع میشه گفت انجام میدادی؟ میدونم که خیلی از هنرمندهای دیگر رو هم کمک کردی و کارهای جمعی انجام دادی با تعدادی از خانم‌ها. خب راجع به اینا برای ما توضیح بده و بگو چی کار کردی؟ من 2 سال پیش یه ایده اومد تو مغزم سرم همون مغز جای خوبی که چه اتفاق میافته وقتی 2 تا هنرمند در 2 جای دنیا با هم همکاری بکنن. و خب من این میشناختم دیگه و پیدا میکردم توی سوشل میدیا و وقت 5 تا نقاشو در ایران انتخاب کردی؟ انتخاب کردم، دیدم و بهشون یه کنواس دادم، یه بوم دادم، سوژه بود آزادی
بهشون گفتم نصف اینا نقاشی کنین. نصف بوم رو نصف گفتی با... 5 تا هنرمند ایرانی با سوژه آزادی نقاشی کنن. بله همین. خب؟ دو هفته نقاشی کردن. اون وقت من بعد از یه مدت طولانی واسه که نتونستم با خودم اینو برگردونم اینو گرفتم و اینا رو با 5 تا هنرمند سوئدی مچ کرده بودم. اون وقت خب یعنی به 5 تا هنرمند سوئدی دیگه هم گفتی که نصف دیگه این تابلو رو نقاشی کنن. بله. اون 5 تا هنرمند سوئدی 5 تا نقاشی های دیگر رو میدیدن و نقاشی میکردن یا ندیده بودن؟ چرا اونو دیدن. خب واسه اونا سخت‌تر شد که بیان توی یه نقاشی که نصفش حاضره نقاشی کنن، واسه خیلی استرس میگرفتن. اما من به همشون گفتم این پروژه از همینه که آدم اطمینان کنه به هم و همکاری کنه و خب قوی‌تر میشه دیگه کار. درسته. آره خیلی کار خوب قشنگ شده. فکر میکنم یکی از کارها اینجا هست، اینو برای من اگر بیارن. خیلی هم دوست دارم این کار رو، همشون رو دوست دارم. اما این یکی از تابلوها هست، اسمش هوپه، به فارسی میشه امید. خب کدومو ایرانی کشیده؟ اینو آدم این میبینه تو همشون کدوم آرتیست های ایرانی هن. اما این آرتیست ایرانی طلا اسمشه و این بگم چی هسته؟ آره حتما. یه خب توی یه آدمی توی محدودیت و این قرمزی که کشیده خوشونت، آدم میگه خوشونت بستگی داره بخواد خوشونت رو بگه یا نه. آره این قرمز تو یعنی یه آدم خیلی غمگین در ایران دیگه. خب اون وقت این جالبه واسه که اگه آدم این وریش بکنه شهر تهران رو میبینه با برج میلاد اینجا. آها. و اولین بار این حاضر شد، یعنی از این بر که آره اما اونجوری نکن دیگه، نکنم خوابش الان خراب میشه. ببخشید معذرت. الان بس اینجوری کنه خودشو. خودتون گردنتون رو بچرخونید بینندگان عزیز. بله وقت این دختر سوئدیه خیلی جالب بود که اینو دید توی نقاشی که یه خیلی آدم غمگینه. وقت دوستش یا زن قوی که داره با یه امیدی نگاه میکنه به یه کشوری که زیاد توش امید نیستش و این قرمز توی نقاشی این امیده و اسم هم. یعنی قرمز توی نقاشی اون یکی خوشونته و قرمز توی این یکی نقاشی امیده. بله و این اولین بار حاضر شد من دیدمش شروع کردم گریه کنم و خیلی جالب بود که یه تابلو میتونه یک کاری کنه گریه بکنی. اما داستان خیلی قشنگه. و بله. 5 تا تابلو کلا؟ 5 تا تابلو 10 تا نقاش و هر کدوم هم یه اسم داره. بله بعدا سینای جالبی همه شونم این هم الان یه نقاشی دیگه است، همه شون رو شال درست کردم. ببینم یه دونه بهت دادم، اون سیاسفی داره اما این بهت میاد این رنگم. بله و فوق‌العاده است. این کارو کردیم که بیشتر آدم ها بیان تو این پروسه باشن و درآمدش میره به در یه بانیاد تو ایران با آرتیستا تو ایران و ارگانیزیشنی که من دارم نان پروفیت کریتیو چینج میکرز. مرسی. من الان خیلی تبلیغ خوبه گاهی کردم. نه خوب خود تبلیغ هر جوری که دلت میخواد میتونی تبلیغ کارتو بکنی. کاری رو که ارزش هنری داره و ارزش معنوی داره در واقع. بله هر دو رو در کنار هم دیگه این افتخار ماست که ما بتونیم کمکم بکنیم. اینو که من برمی‌دارم حالا. یه کتابم نوشته بودی. یه کتابم بله. نوشته که البته این کتاب رو هم من اینجا دارم به طور اتفاقی. آره کیا بود نمیدونم خود ارغوان فکر کنم. ولی خب اسم این کتاب هم زن هست. بله درسته؟ بله. عکس خود ارغوان هم رو جلده. اما اینکه داستان و ماجرا چیه رو میخوای خودت توضیح بده. این اولین پراجکت همه که 2014 9 تا دختر، یعنی خیلی دختر و پسر واسه آدم می نویسن دیگه همش. ولی تو دخترها رو در واقع همیشه انتخاب میکنی. آره واسه که فکر میکنم ما باید بیشتر حمایت از همدیگر بکنیم، واسه که ما خیلی کار خیلی محکم باست با هم ادامه بدیم که بتونیم دنیا رو با قدرت با انرژی با آره. سعی کنیم دنیا رو اینجوری عوض کنیم با هم. خب داستان این؟ این اولین پروژه بود که دخترها چند تا دختر بودن که خیلی جالب بود با هم چجوری ارتباط گرفتیم. بهشون گفتم داستان زندگی در ایران زندگی کردن رو واسم بنویسیم مثل یه زن. خب نه تا داستان شد با داستان من و آره که شد دهمین داستان داستان خودت. خب بله و این در سوئد چاپ شدش و امیدوارم فارسیش و انگلیسیش هم به زودی بیاد بیرون. منم امیدوارم که این اتفاق بیفته. اینجا یه دونه سینا نوشته، این چیه؟ آفرین سینا مول.
یعنی چی؟ رویای خودشون. سینا یعنی خود اونا. سینا یعنی خودشون. چه زود دیدی اونا خدا. برای اسمم اینجا نوشته، گفتم شاید منم به هر حال یه جوری دخیل کردین در این پروژه. ولی خب این کتاب الان به سوئدی است ولی هنوز به فارسی و انگلیسی؟ نه، واسه که من همه کار میکنم میرم دیگه، فکر نمیکنم زیاد که مثلا بهترین ناشر مثلا پابلش کمپانی کارمو میکنم، بعدا خب بعدا میفهمم واو چقدر سخته که اگه میخواد ترجمه کنه و کسی خب کمک نکرد، خودم که نمیتونم. خب آخه این کتاب مگه داستانی که برات فرستادن به فارسی نبود؟ فارسی بودش، اونا هم خب ادیت شد واسه که خیلی طولانی بود بعضی. خب تقریبا فقط میمونه که تو همون که داستان ها رو به فارسی بری ترجمه یعنی منتشر بکنی، تو فقط داستان خودت رو که به سوئدی بعد بدی. چه جالب بود. کاری نداره اصلا، بهش فکر کرده بودی تو الان؟ فکر کرده بودم، من اونم خب کار کار نه خب ممکنه بتونن یه سری از بیننده ها که دارن میبینن الان برنامه رو بتونن کمکت بکنن و اون یه دونه داستان خودت رو هم به فارسی ترجمه میکنین، کل کتاب رو به زبان فارسی بتونین منتشر کنین برای کسایی که دوست دارن بخونن. مرسی نازنین ایده. خواهش میکنم. برای اگه سوال دیگه و کمک دیگه از دست من برمی اومد در زمینهای مختلف حتما به من بگو. حالا این مدت که خواندن رو و در زمینه موسیقی فعالیت کردن گذاشته بودی کنار، یعنی هیچ کاری نکردی؟ یعنی ما اگه احیانا بخوام نه در زمین موسیقی آهنگی ترانه‌ای کاری منتشر نکردی؟ چرا؟ من جالبه که من هنوز دعوت میشم واسه سوئدیا میخونم به فارسی و مثلا کاور میخونم و خب یه دو تا آهنگ پارسال ریلیز کردم، زن اسم یک کدومش چیه؟ کتابه؟ بله، با زن که پدید نیشابوری نوشت برام شعرشو و یه دونه گذشته من که مونا برزوی اینو نوشت برام. مونا برزوی گذشته رو نوشته برات و زنون دو تا آهنگه. آره، وقتی یه دونه سومی هم که خیلی وقت پیش حس غم‌انگیز گلناز گلزاری، یعنی میشنوی که توی شعرام هم سعی میکنم شاعرای دختره. خیلی خوبه، خیلی خوب. بعد اون وقت آهنگسازاش هم دخترن یا نه؟ اونا یه ذره سخت داره واسه که زیاد نیستن، اما حالا ایشالله که اونا هم تعدادشون زیادتر بشه. بله، ما معمولا آخر مصاحبه یه بازی رو با مهمون انجام میدیم، بعد اون وقت اگه مهمونی که توی برنامه حضور داشته ببازه بعد هرچی که ما میگیم انجام بده، اگرم ببره باز ما ازش خواهش میکنیم یه کاری رو انجام بده برای مخاطبین و یا با هم دیگه یه بازی رو انجام بدیم. این چی میشه؟ بریم همراه ما باشید. میدونی که باید بزنیش رو میز بیفته اون تو. میزنم رو میز. یعنی مثلا اینجوری تلپتو رو بندازی توی لیوان قبول نیست. بچه ها 3 2 1 تمران این که رومیزه قبول دو چهار پنج یک ایچی کادو چیه؟ کادو چیه؟ بعد بخونی بازمون همراه ما باشی. ممنوعه پی آرامش روحم، شبیه انعکاسی از صدا بین دوتا کوهم، دارم دنبال یک منطق توی بیراه میگندم، منی که واسه بغضم یه عمر مادری کندم،
یک زن هم قد تنهایی، یک زن هم خونه با احساس، یه نستم خالیه اما دلم آرامشو میخواست. یک زن هم قد تنهایی، یک زن هم خونه با احساس، یه نستم خالیه اما دلم آرامشو میخواست. اگر چه کن چه هر لبخند به یه دل شور تبیدم، ولی آواز یک نسلو تو چشمای خودم دیدم. اگر چه دند و دلهای من از تاریخ هم خط خور، سقوطم مثل یه معراج منو تا بی نهایت بار. نه نستم خالیه اما دلم آرامشو میخواست. یک زن هم قد تنهایی، یک زن هم خونه با احساس، که نستم خالیه اما دلم آرامشو میخواست. در بخش قرعه کشی امشب ما قراره که به 10 نفر از دوستانی که شرکت کردن در طول این 2 هفته که ما نبودیم به مدل‌های مختلف مسابقه گذاشتیم، قرعه کشی گذاشتیم دیگه، نمیدونم با سوال 2 گزینه‌ای پرسیدیم و دوستان قرار شد که 10 نفرشون امشب به قید قرعه آیفون 10 بگیره. 10 نفر برنده خوش شانس. برای اینکه حالا دربارش گفت یه خورده سریع‌تر هم بتونیم این 10 نفر رو اسمشون رو در بیاریم، از 3 به 1 بشمارید. 3 2 1 مجتبا براتون یه دایرکت مسیج میدیم. 3 2 1 یه خود بچه ها انقدر سریع نشمارید. رامین براتون یه دایرکت مسیج میدیم. بعدی 3 2 1 KH آقا این براتون دایرکت مسیج میدیم. بعدی 3 2 1 خدا رو شکر یه خانم برنده شد بالاخره. حالا اون قبلی رو نمیدونیم جنسیتشون چی بود، ولی مریم ام. 3 صبر کنید، صبر کنید، برید. 3 2 1 نگار. 3 2 1 این ششمیه ها. خب شاید باورتون نشه هم اسم خودمه، سیناست. 3 2 1 آقا تو رو خدا اسمای عجیب و غریب انتخاب نکنید، کای پکس چیه دیگه. دایرکت مسیج میدیم. 3 2 1 امیرعلی. 3 2 1 عباس. منو هست. 3 2 1 خب آخری هم خانوم شد، ساناز. همه رو براتون دایرکت مسیج میدیم و نحوه دریافت جایزه رو اعلام میکنیم. همراه نوش. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر دوست دارید برنامه رو به صورت آنلاین روی اینستاگرام هم تماشا بکنید، یا اگر فرصت نکردید تماشا بکنید، میتونید از طریق صفحه اینستاگرام گرینگو ببینید برنامه رو. میذاری خدافزیمو بکنم حداقل؟ به نظر من الان خدافزی آخرتو بکن، یعنی دقیقاً سعی کن که در اوج بری، در اوج خدافزی کنین، چهار گوشه استودیو رو ماچ کنی و بری. بشه شما رو ماچ کنم شما بری یه نگه اگه اشکال نداره. باشه محبت کنید صفحاتو که معرفی میکنم بیارید روی صورتش راحت جمع دستش. صفحه اینستاگرام RJTV Official
صفحه اینستاگرام بنده؟ بگو. صفحه توییتر بنده؟ تلگرام؟ کانال ویسبی برنامه؟ صفحه اینستاگرام گیرینگو؟ شب بخیر و خدا نگهدار. Thank you.